محور ششم مسئله مواد مخدره و مسئولیت رسانه‌ها در باب مواد مخدر. ببینید برادران و خواهران، امروز اعلام میشه رسما که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین و مواد مخدر در جهانه. البته علت‌های مختلفی داره، ما اینو میدونیم که بسیاری از برادران محروم افغانی که مشغول کشت این مواد هستند به خاطر رزق و روزیشون کار میکنن و مجبورن، گاهی وقتا هیچ راه دیگه هم ندارن. اما سوال من اینه، اینم یک وظیفه رسانه ها. حالا قبلا شنیده بودیم در خود افغانستان معتاد کمه، بیشتر میفرستن کشورهای دیگه تو ایران و این ور اونور دیگه، اونجاها خودشون چون میفهمن خطرش چیه میفرستن اونجا، میگن مال شما، پولشو بدید مال شما. ولی شنیدم الان در افغانستان هم متاسفانه مسئله اعتیاد بین جوانها داره تشدید میشه. آماری من ندارم دقیق، ولی آمار خیلی بالایی بعضی دوستان گفتن و این روی تشدید خواهد بود. اولا مراقب گسترش اعتیاد در افغانستان باشی. ما هم در ایران مشکل جدی ماست. خب همه اینا میاد از ایران میخواد رد شه به حساب، یه بخشش میخوان تو ایران بفروشن، یه بخشم بره به کشورهای دیگه. ما در سال صدها نفر شهید میدیم در ایران به خاطر اینکه اینا وارد نشه. و بعد باید به این مردم افغانستان که اون کشاورزان محروم که از باب ناچاری یا جهل اینها رو کشت میکنن، باید بهش گفت تو اینو که میدی یه سود مختصر میبری، ولی 10 تا خانواده متلاشی میشه. اینا باید بهشون بگید رسانه ها، خانواده ها متلاشی میشن. یک خانواده که یک معتاد توش پیدا میشه، اقتصادش، اخلاقش، فرهنگش، امنیتش، همه چیزش از هم میپاشه. و مردم افغانستان چون متدین و شریفن اینو میپذیرن. یه آمار رسمی که اعلام شد که یکی از دوستان که متصدی این قضیه است اعلام کرد، الان نزدیک بیش از 3 میلیون از شهروندان افغانستان درگیر کشت مواد مخدر، که خب خیلیاشون هم چون محرومن، گرسنه‌ن، مجبورن. متأسف سوال اینه، تولید مواد مخدر در همین سالهای اخیر که نیروهای بیگانه وارد افغانستان شدن بیش از 40 برابر شده. یعنی چی اینا؟ 40 برابر تولید مواد مخدر، تریاک و هروئین در افغانستان. و برای که رسانه ها، بخوام بگم نقش رسانه ها چقدر مهمه، بررسی کردن، یک نظرسنجی کردن، اون عده از کشاورزانی که کشت میکردن که بعد ترک کردن، رها کردن کشتشو، ازشون پرسیدن چرا رها کردی؟ ببینید اینا خیلی مهمه، اینا علامته ای که ملت نجیب متدین هستن افغانستان. 70%شون گفتن ما نمیدونستیم این مشکل شرعی داره یا صدمه به دیگرانه، ما بعد که فهمیدیم رها کردیم. اینم بسیار مهمه که البته دولت افغانستان، پارلمان افغانستان که الحمدلله الان انسانهای ملی و دلسوز هم درش هستن، اینا به فکر باشن و یه برنامه‌ریزی بکنن که بالاخره کشاورزی رو ببریم به سمت یک چیزی دیگری، یه فکر دیگری، یه محصول دیگری، یه کار دیگری. این صدمه داره هم برای افغانستان هم برای کشورهای دیگه. و باز بدونید پشت این قضیه دستای استعماری. شما در تاریخ خوندید جنگ تریاک رو که انگلستان بر چین تحمیل کرد، که چینی‌ها تریاک چی می‌کردن، بعد چینی‌ها گفتن تریاک داره ما رو از بین می‌بره، قیام کردن، گفتن ما دیگه نمی‌ذاریم تریاک وارد بشه و خارج بشه و تجارت بشه. رسما ارتش انگلیس ناوگان‌هاش آمد جنگید، جنگ تریاک رو انداخت، دو تا جنگ تریاک. علی چین گفت باید تریاک مصرف کنید، باید بخرید و بفروشید، سودش بره جیب ما، صدمه‌شو شما بخورید. ما مسئله به نام جنگ تریاک داشتیم. الان در ایران، در کشورهای اسلامی، همینطور که نشر فحشا رایج میشه با برنامه مسئله مواد مخدر، من اینو خواهش می‌کنم رسانه‌ها در باب مسئله مواد مخدر جهت دادن به اقتصاد افغانستان از مواد مخدر به یک سمت مثبتی، یه تلاش بکنین افکار رو، هم مردم رو بیدار کنین، هم یک همتی و حرکتی انشاءالله بشه.